مردی که برای نگهبانی از مردمان سرزمینش دستانش را از دست داده است. نظیر احمد سرباز عوضی سوم غزنی هنگام خونسازی یک ماین در غزنی هر دو دستش را از دست داد و نزدیک به دو هفته می شود که در شفاخانه امرجنسی در کابل بستری است. دو وقت هر روز من خودم سهر چک میکردم سرکه که من نمانم منطقی خطرناک بوده گذاره که وقت من کشف میکردم پیدا میکردم باز کنسا میکردم از زیر پلچک و ایترا میکشیدم میبردم دورتر انفجارش میدادم که سرک خراب نکنه. نظیر احمد تا کنون نزدیک به 300 ماین را خونسا کرده است. این سرباز دو فرزند دارد. پس از قطع دستانش از سرنوشت خانواده و کودکانش نگران است. پدر مادرم ندارم. یک خانومم از دو تا طفل دارم. من از مشکلات کرای خانه هم هست. من دمی مشکل هستم که حالی مپوریم ما شما رو قطع نکنه سرمو که پس که نیازی اجرا نمیتونه دیگه دستایزی قطع شده کالی. برادر نظیر احمد میگوید که با وجود کارهای شایسته و تا کنون هیچ کسی از این خانواده دلجویی نکرده است و به دیدن وی نیامده است. حتی از قماندانی امنی غزنی کسی نه تماس تلفنی گرفته ای خوبان که بیا از نزدیک ببینه و نه از وزارت داخله. وزارت امور داخله نظیر احمد و دیگر سربازان پلیس ملی را قهرمانان راستین می داند و برای کمک به خانواده‌اش وعده می سپارد. ما در وزارت امور داخله مسئولیت داریم که از فامیلش با خبر شویم و هر آنچه که نیاز داشته باشه را فراهم بگردانیم. این وظیفه ماست. نظیر احمد تنها عضو از خانواده‌اش نیست که برای دفاع از مردم دستانش را هنگام خونسا کردن ماین از دست داده است. دو برادر نظیر احمد که پلیس بودند، یکیش مفلوج است و دیگرش کشته شده است، اما هیچ توجهی به باور آنان به خانواده‌شان صورت نگرفته است. دیده شود که مقامات حکومت افغانستان به ویژه وزارت امور داخله و فرماندهی پلیس غزنی چه کاری را برای خانواده نظیر احمد و نظیر احمد خواهند کرد. شکیلا ابراهیم خیل، طلوع نیوز.